سلام، من میلاد صابری هستم از شرکت مشاورین مالی پارس فایننس و اگر این دوره آموزشی خرید یا شروع بیزنس های کوچک در استرالیا و نیوزیلند رو که شامل این کتاب 155 صفحه‌ای به زبان فارسی و اون DVD شامل 10 ساعت مشاوره تکمیلی روی ویدیو هست هنوز تهیه نکردید، بگذارید یک سری از خلاصه نکاتی که در فصل‌های مختلف این کتاب و این دوره آموزشی رو با هم بررسی می‌کنید رو براتون بگم، شاید علاقه‌مند بشید که ادامه‌اش رو توی این دوره مطالعه بفرمایید. اولین چیزی که از ما می‌پرسن توی این چند سالی که کار ما به هر حال مشاوره مالی و بیزنس استارتاپ هست اینه که آقا چه بیزنس‌های خوبیه، من برم کدوم بیزنس، شما کدوم بیزنس رو توصیه می‌کنی، کدوم بیزنس بازارش خوبه. فرمول درست ارزیابی راستش رو بخواید این نیست، من براتون میکشم. فرمول درست ارزیابی، یک ماتریس چهار قسمتی داریم اگر ببینید که سعی میکنم قبل از ورود به بیزنس چهار مرحله بایستی انجام بشه. اگر این چهار مرحله همش تیک خورد، اوکی بود، مورد قبول بود، اون وقت اون بیزنس بیزنس خوبیه. بیزنس خوب جدا از شما نیست، بیزنس یه رباتی نیست که شما بخریدش خودش کار کنه خودش پول در بیاره، یه چیزی که شما باید توش کار کنید. شماره 1 2 3 4 و همینطور که میبینید شماره 1 اسکیل ها یا توانایی های شماست. چه توانایی هایی دارید شما؟ یا یک درسی خوندید، یا تجربه‌ای دارید، یا هنری دارید، یا استعدادی دارید. به هر حال خداوندش کنه از ما رو بدون استعدادی بی‌خاصیت که نفرید که بالاخره یا تجربه داریم، یا درس خوندیم، یا یه کاری بلدیم، یا یه هنری، یه استعدادی، یه چیزی داریم دیگه. استعدادها، تجربیات، تخصصتون رو بنویسید. چه کارهایی رو خوب بلدید طوری که اگر برای یه نفر انجام بدید اونقدر خوب انجام میدید که طرف راضی بهش براش پول بده. این نکته اول. نکته دوم، بعد از اینکه لیستتون رو تهیه کنید، یه لیست 7-8-10 تایی از تخصص هاتون کاراتون ننویسید من در زمینه کامپیوتر تخصص هم، ننویسید من در زمینه مدیریت، اینا مشخص کننده خدماتی که شما میدی نیستن. آقا چی بلدی در زمینه مهندسی؟ چی بلدی؟ اتوکد بلدی؟ نقشه کشی بلدی؟ طراحی داخلی بلدی؟ طراحی نمای ساختمان بلدی؟ آجر چینی بلدی؟ سنگکاری بلدی؟ نقاشی بلدی؟ گیتار بلدی؟ پیانو بلدی؟ هر چی بلدی، اون کاری که میتونید واقعا انجام بدید رو بنویسید. در مرحله دوم سوال درست اینه که ببینیم مارکت چی کار میکنه. بازارسنجی در مرحله دوم اهمیت قرار داره. یعنی اول توانایی های شماست. اگر من به شما بگم بیزنس هیوی دیوتی باتری خوبه، باتری های صنعتی، خب شما میتونید درست کنید. من به شما بگم تولید پانل های خورشیدی خوبه، خب شما میتونید درست کنید. من به شما بگم اورانیوم و کیک زرد خوبه، شما میتونید درست کنید. من به شما بگم ویرچوال ریالیتی خوبه، آگمنتد ریالیتی خوبه. ببینید میلیون ها بیزنس من همینطوری میتونم لیست کنم که شما یکی یکی برگردید من بگید من که بلد نیستم. ببینید پس این دو سوال درست، اینه که آقا اول چی بلدید اونا رو لیست کنید، بعد بیان ببینیم بازار کدوم خوبه. این شرط این که بفهمیم بازار کدوم خوبه، خرید گزارش بازارسنجی هست. گزارش های 30-40 صفحه‌ای هست که ما خلاصه هاشو منتشر کردیم، اگر دوست داشتید تو ویدیوهای دیگه ببینید. Based on data، بر اساس داده های واقعی عرضه و تقاضا، اعداد و ارقام واقعی، نه نظر شخصی بنده، نظر شخصی فلان نویسنده، فرض کنید فلان مقاله توی گوگل، اینها دیتاهای واقعی بیزنس هاست. چقدر عرضه و تقاضا وجود داره، چند تا رقیب دارید، گپ بازار کجاست، چند درصد درآمدشون سوده، چند درصد درآمدشون هزینه هاست، چند درصد درآمدشون حقوق میدن، چقدر سود مانده داره این بیزنس و بقیه بیزنس دارن چی کار میکنن، در چند سال آینده این بیزنس ها با چه مشکلاتی روبرو هستن، با چه فرصت هایی روبرو هستن، در چند سال گذشته چطور عمل کردن، آیا رو به صعود یا در حال رکود این بیزنس. بعد از مارکت داستان لایسنس ریپورت یا مجوز هاست. یعنی بعد از اینکه چه کارهایی بلدید، بعد اومدید کدومی که بازارش خوبه، فرض کنید یه لیست 10 تایی از کارهایی که بلدید انجام دادید، بعد میاد تو لیست 10 تایی نگاه میکنید، یکم این برابر میکنید، میبینید که از این 10 تا مثلا 3 تا 4 تاش
عملا بیشتر یه بیزنس نمیشه. از اون 3-4 تا 2-3 تا گزارش بازارسنجی میخرید، بعد تازه میفهمی که فقط یکی بازارش خوبه، بعد تازه میرید سراغ مجوز. اصلا من ببینم میتونم مجوزشو بگیرم، به چه سازمانی باید به من مجوز بده، چه مدارکی لازم داره، چقدر طول میکشه، چقدر هزینه شه. اینا همه استعلام هست ها، اینها رو بایستی از ادارات مربوطه بگیریم. باز این کار رو هم من مشاور براتون میتونم انجام بدم. لایسنس ها و مجوز ها رو میتونید بگیرید، فهرستش رو ببینید اصلا چیکار باید بکنید که این بیزنس رو توی مجوز هاش بگیرید. در مرحله آخر بیزنس پلان هست، یعنی شبیه سازی بیزنس شما روی کاغذ. به مرور اینا رو بعدا شاید بتونیم توضیح، توی این کورس هم توضیح دادیم، خیلی قشنگ میبینید که چقدر جالب یه بیزنس روی کاغذ جواب میده، چقدر باید بفروشید که بیزنس هزینه های اولیهاشو در بیاره، چقدر اضافه تر باید بفروشید تا بیزنس یه سودی بهتون بده، بیزنس خرج یه نفر کارمند دیگر رو بده، کدوم مناطق باید بفروشید، برنامه‌تون برای مارکتینگ، برنامه‌تون برای فروش، برنامه‌تون برای قیمت گذاری، برنامه‌تون برای تخفیف دادن چی هست. اینا همه توی بیزنس پلان هست. نمیشه همینطوری رفت یه مغازه گرفت 4 تا شیرینی توش ریخ نشست، یا مثلا فرض کنید 4 تا کباب و جوجه توش گرفت نشست، 4 تا دمبل و هارتل و توپ ورزشی گذاشت توش و نشست و بگیم خب دیگه ما بیزنس داریم الان این باید بفروشه. اینطوری کار نمیکنه دوستان عزیز. ببخشید که من اینقدر با زبان ساده میگم، اما انقدر تلفن و پیغام دریافت کردیم و این سوال غلط و تکراری رو میپرسن که چه بیزنس هایی خوبه، انگار اون بیزنسه مثلا یه ربات، کارش پول در آوردن برای شماست، شما فقط باید دکمهش بزنید. نه عزیز من، شما باید کار کنید تو بیزنس، شما باید ببینید اسکیل و توانایی هات چیه، شما باید ببینید اون بازار خوبه یا نه، بعدش باید ببینید میتونی مجوزشو بگیری یا نه، و بعدش باید برنامه‌ریزی یا پلان کنی. برای ما ایرانی ها مخصوصا تو بیزنس پلنینگ اصلا ما نمیدونیم پلنینگ یعنی چی. اینو اگر این کورس های آموزشی رو اگر خریده باشید یا اگر دوست داشته باشید بخرید مطالعه کنید، تمام آن چیزی که شما احتیاج دارید بدونید قبل از اینکه وارد یک بیزنس بشید، قبل از اینکه سرمایه‌تون رو ریسک کنید، در این کتاب و در این سی دی به صورت 10 ساعت مشاوره گنجونده شده و خدمتتون عرض شود که هزینه‌اش هم از یک جلسه مشاوره حضوری یا خصوصی پیش ما کمتره. 10 ساعت مشاوره تو این کتاب هست به علاوه این ویدیوها، و امیدوارم که از قسمت از بیزنس پلنینگ گرفته، از قوانین تجارت و قوانین پول و قوانین استخدام و همینا گرفته تا مسائل قیمت‌گذاری، استراتژی‌های تخفیف و پول دادن، حتی اینکه چطور در روزایی که روزای سخت بیزنس و روزای بی پولی بیزنس هست چطور باش دیل کنیم، توی این گفته شده. آن چیزی که میدونستم و یاد گرفتم در دانشگاه و تجربه کردم در طول چند سال توی این کتاب و این سی دی خلاصه کردم. امیدوارم که به دردتون بخوره، امیدوارم که از این هم استفاده کرده باشید. جواب خیلی از سوالای اولیه تو همین ماتریس و چهارگانه نهفته است. در خدمتتون هستم، اگر سوالی داشتید با ما تماس بگیرید، اگر به جلسه مشاوره خصوصی احتیاج داشتید در دفتر در خدمتتون هستیم. در غیر این صورت اون کورس آموزشی و سی دی رو تهیه کنید. سه فصل اول برای مقدمه براتون به صورت رایگان گذاشته شده، برای اینکه بدونید دارید پول چی رو میدید، چی رو دارید دریافت میکنید. گزینه نسخه آنلاین و الکترونیکش هم به صورت PDF و یه مش ویدیو، همون ویدیوها به صورت آنلاین وجود داره با تخفیف 50% به مدت زمان محدود. البته اگر خواستید اون ارزان‌تره، 50% ارزان‌تر از این کورس آموزشی هست. اگر دوست داشتید اون رو تهیه فهمه در خدمتتون خواهم بود. ممنونم و خداحافظ.